با توجه به ای صفر نیم سلول های داده شده چند مورد از عبارت های زیر درست است. بچه ها دقت کنید، از نظر ای صفر ما میبینیم که ای صفر آیو ما بزرگتر است از ای صفر اس ان ما، بزرگتر است از کلسیوم ما. یعنی ای صفر آیو بزرگتره، پس علاقه به کاهشش یعنی گرفتن الکترونش بیشتر از اس ان و بیشتر از کلسیومه، یعنی قدرت اکسندگی بیشتری داره و برعکس اینها میشه قدرت کاهندگی و دادن الکترون. اون رو هم براتون می‌نویسم. پس از نظر قدرت کاهندگی یا در واقع دادن الکترون یعنی اکسایش، برخلاف اینه کلسیوم بزرگتر از SN بزرگتر از IU. حالا بریم جملات رو ببینیم. قدرت کاهندگی کلسیوم کمتر از SN و IU. کلسیوم ای صفرش از همه کوچکتره، پس دوست داره الکترون از دست بده، یعنی خودش اکسایش پیدا کنه و دیگران رو کاهش بده. پس این جمله غلطه. EMF سلول گالوانی کلسیوم طلا به میزان 2.62 ولت بیشتر از EMF سلول گالوانی قل طلاست. ما اینها رو می نویسیم. کلسیوم آنود قرار می گیره، آیو کاتود قرار می گیره، SN آنود قرار می گیره، آیو کاتود قرار می گیره. پس ما این رو با 1 مشخص می کنیم، این رو با 2. EMF یک ما می شود ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود، یعنی 1.5 منهای کلسیوم 2.76 و EMF دو ما میشه طلای منهای قلب میشه 1.5 منهای 14 صدم، که اختلاف این دوتا برابر 2.62 خواهد شد و این جمله درست ماست. کمترین EMF مربوط به سلول گالوانی قلطلاست. بله، کلسیوم طلا اینجا هم به دست آوردیم، اختلافشون بیشتره پس EMFش بزرگتره. قل و طلا اختلافشون کمتره پس EMFش کوچکتره. اما عددش 1.36 نمیشه، میشه چقدر؟ 1.5 منهای 14 صدم، در واقع میشه 1.64. پس این جمله غلطه. مقایسه قدرت اکسندگی. بچه ها قدرت اکسندگی یعنی علاقه به کاهش. وقتی ما ای صفر ها رو داریم، توی ای صفر ها میبینیم ای صفر طلا بزرگتر از قلب بزرگتر از کلسیومه، اما خود طلا که الکترون نمیگیره، کاتیونش باید الکترون بگیره، یعنی علاقه به گرفتن الکترون در کاتیون طلا بزرگتر از کاتیون قلب بزرگتر از کاتیون کلسیومه. پس این جمله هم غلط میشه.